بینندگان گرامی میراث ایران گویا، به برنامه میراث ایران گویا خوش آمدید. اتمام انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران مرا به یاد 4 سال پیش در این روزها انداخت. در آن 4 سال پیش شاهد شور و هیجانی بودیم که جنبش سبز ایران نوید می‌داد، جنبشی که امید آزادی، برابری، حق انتخاب راه و روش زندگی شخصی و همزیستی مسالمت آمیز، آزادی عقیده و دین و مذهب به عنوان یک حق شخصی و و و را می داد. اما متاسفانه چنان که همه به خاطر داریم، با یک سرکوب خشن آن همه شور و شوق ساختن و آفریدن برباد رفت و آن آرزوها و آمال جوانان نخبه ایران به یأس و ناامیدی گرایید. در این میان چه بسیار جوانان میانسالان و حتی کهنسالانی که به نحوی به شدت خشن و غیر انسانی دستگیر و روانه زندانها شدند، و چه جانهای شیرینی که در راه آرمانهای آزادی طلبی، عدالت جویی و برادری فدا نشد. یاد و خاطره همه آن عزیزان گرامی باد. از آن روز و از آن تاریخ به بعد روز به روز عرصه بر مطبوعات و رسانه ها تنگتر شد، و در نتیجه آن در ارزیابی های بین المللی ایران از میان 197 کشور جهان در عرصه آزادی های فردی و اجتماعی با شرمندگی به پله 191 سقوط کرد، و از نظر توقیف رسانه ها و اعمال فشار به روزنامه نگاران، خبرنگاران و نویسندگان و زندانی کردن آنها و گاهن قتل در خاورمیانه حائز رتبه اول شد. همچنین در بررسی های افکار عمومی جهان آلمان و آلمانی ها محبوب ترین کشور جهان شناخته شدند، و در این مورد ایران رتبه آخر را نصیب خود کرد. این افتخار، رتبه آخر قرار گرفتن ایران از نظر محبوبیت، مرا به یاد روزهای انداخت که واقعا دونده جدی بودم و مدت 33 سال هر سال در مسابقات ماراتون نیویورک شرکت میکردم، و مسافت 42 کیلومتری یا به عبارتی 26.2 مایلی را با موفقیت به پایان میبردم. جالب آن بود که به نظر به سن و سالی که داشتم و تمرینات کمی که در زمینه دوندگی به خاطر اشتغالات حرفه‌ای و شاید هم تنبلی داشتم، ما الوست در میان 25 تا 30 هزار نفر شرکت کننده اکثرا در میان نیمه اول پیشتازان ماراتون بودم. تدریجا این موقعیت من به قرار گرفتن در بین 2 تا 3 هزار نفر آخر تنزل یافت. دوستان و آشنایانی که از پایان ماراتون من با خبر می شدن، اول سؤالی که می کردن که در مسابقات ماراتون نفر چندم شدم، و پاسخ من همیشه یک جمله بود: از آخر اول شدم. شنونده لحظه‌ای با تعجب در می‌ماند، و اینکه این جواب یعنی چه؟ و من با لبخند می‌گفتم: عزیزم، با سن و سال من و تمرینات کم توقعی در چندم شدن من نداشته باش. خدایا شکر که توانستم این مسافت را تمام کنم و کار را نیمه تمام نگذارم. حالا هم داستان همین است. با وجود بی‌ارزگی سران حاکم بر ایران چگونه میتوان انتظار بیش از آن داشت؟ شاید به نظر طبیعی بیاید که ایران دارای کمترین محبوبیت در افکار و انظار عمومی جهان باشد. پس از آن همه جنجال و هیاهوهای توخالی، دشمن تراشی های بدون علت، آیا هنوز
میتوان انتظار داشت که افکار عمومی جهان نگاه مثبتی به ایران داشته باشد. درد اینجاست که همانطوری که مکرر نوشتم، افکار عمومی جهان به خاطر وسعت، قدرت و نفوذ رسانه ها و تبلیغات ضد ایرانی نمیتوانند و یا نمیخواهند حساب مردم بیگناه ایران را از دولت و حکومت آن جدا کنند. مردم ایران سالیان درازی است که با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و زیر فشار ظلم و زور حاکمان نادان خود هستند. این روزها در کشوری که درآمد نفت آن در چند سال اخیر بیش از مجموعه تاریخ تولید نفت کشور بوده، فقر، فشار و استیصال از حد و اندازه برون گشته و مردم چنان برای امرار معاش و آوردن لقمه نانی بر سر سفره برای فرزندان و دلبندان خود هستند که رمق و حوصله فکر کردن به موضوع دیگری را ندارند. بسیاری میپرسند اگر این همه فشار و مصیبت هست، چرا مردم حرکتی یا اعتراضی برای بیرون آمدن از آن نمی کنند؟ این مدعیان غافل از آنند که جواب بلند کردن یک دست و یک اعتراض کوچک گلوله و زندان است. در حاشیه نشستن و از دور میدان بازی را به تماشا نشستن و راه حل دادن بسیار آسان است، من هم برای کسانی که در میانه میدان با تلاش و سخت کوشی بار زندگی پرمشقتی را به دوش میکشند. چندی پیش دولت اسرائیل و زعمای قوم آن کشور از کنار گذاشتن احمدی نژاد نمونه بی‌لیاقتی و وقاحت که مدعی دیدن حاله نور در اطراف خود در سازمان ملل بود و با انکار هولوکاست باعث برانگیختن خشم و نفرت بیشتر جهانیان نه تنها علیه خود بلکه عموم مردم بیگناه ایران گردید، اظهار تأسف کردند و مدعی شدند که وجود شخصیتی منفی و پرجنجال مانند احمدی نژاد چنان ترسی در جهانیان ایجاد کرد که باعث تقویت موقعیت اسرائیل گردید. جهانیان از ظهور احمدی نژاد به مانند ظهور هیتلر میترسیدند که شاید بتواند فاجعه‌ای مانند جنگ جهانی دوم پدید آید. به همان اندازه‌ای که 8 سال جنگ خانمانسوز ایران و عراق که به دست دیوانه‌ای چون صدام حسین به راه افتاد و حاکمان روز ایران با به درازا کشاندن آن توانستند جایگاه قدرت خود را محکمتر و استوارتر سازند و مخالفان و مدعیان خود را از پای درآورند، این بار هم وجود فردی نظیر احمدی نژاد در ظرف 8 سال جز آبروریزی، بحران و فشار، افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی نتیجه دیگری برای مردم و کشور باستانی ما با هزاران سال تاریخ پر افتخار به بار نیاورد. این شماره مجله موقعی زیر چاپ رفت که انتخابات اخیر ریاست جمهوری به پایان رسید و خوشبختانه خونریزی و فشار و محدودیت های زیادی نظیر 4 سال پیش نبود. در این شماره مجله 2 شخصیت برجسته علمی در عرصه پزشکی دکتر فریدون علا و ریاضیات پروفسور فضل الله رضا را که در ابعاد جهانی به مدارج بالایی دست یافتند معرفی میکنیم. این 2 شخصیت تأثیرگذار ایرانی با وجود همه پیشرفت‌های علمی و شغلی خود هرگز عشق ایران و خدمت به این سرزمین را از یاد نبردند و
تمام تار و پود وجودشان با انگیزه خدمت به ایران و ایرانی به هم تافته است. همچنین در این شماره تابستانی میراث ایران نقاشی های نگار اکامی زینت بخش صفحات این شماره می باشد. این هنرمند با آنکه در آمریکا به دنیا آمده و در همین جا بزرگ شده و شاید در تمام عمرش جمعاً بیش از 2 ماه در ایران نبوده، آن هم برای آشنایی با مملکت آبا اجدادیش، در تابلوهای نقاشی خود رنگ و بوی احساسی عمیق به ایران و هنر و فرهنگ این سرزمین موج میزند. جهانیان بایستی بدانند که ایرانیان واقعی اکثریت 75 میلیون نفر ایرانی است که جز عشق و علاقه به ایران، جز خدمت به انسانیت، جز دوستی و محبت و مهمان نوازی و یاری به یکدیگر اندیشه دیگر در سر ندارن. به چند میلیون ایرانی خارج از ایران بنگرید، مش نمونه خروار است. در ظرف 33 سال نسل اولی ها در مهاجرت، آوارگی و درماندگی با تلاش و فداکاری غرورآفرین و با مناعت طبع شرافتمندانه آموختند و کار کردند و توانستند برای خود و نسل‌های بعدیشان خانه و کاشانه آبرومندی بنا سازند. این دست از ایرانیان همواره به همسایگان و میزبانان خود نشان دادند که چقدر انسان‌های شایسته و شریفی هستند. این شیوه زندگی بسیار سازنده و پرتلاش و مؤثر اکثریت ایرانیان خارج از کشور موجب شده تا میزبانان و همسایگان در کشورهای محلی محل زندگیشان به آنها به دید احترام بنگرند و گرامیشان بدارند. جای تأسف و تأثر است که ایرانیان درون مرز با وجود انواع فشارها در بسیاری از عرصه‌های علمی و هنری و ورزشی با اینکه دستاوردهای عظیمی در سطح جهانی داشتهاند، فقط به سبب بی‌لیاقتی و بی‌درایتی حاکمان مورد بدبینی و بداندیشی جهانیان باشند و کابوس‌های جنگ و نابودی و از هم پاشیدگی ایران عزیز تحت فشار کشورهای قدرتمند به خاطر منافع خود به بهانه خطرناک بودن ایران و ایرانی همواره بر ایران عزیز ما سایه افکنده باشد. آرزوی روزی را دارم که این مشکلات حل شده و مردم بیگناه ایران با آرزوهای خود که همانا آزادی بیان، آزادی انتخاب مذهب، آزادی انتخاب راه و روش زندگی است برسند و درهای دنیای آزاد به رویشان بازگردد و ایرانیان در هر گوش و کنار دنیا با آغوش باز به استقبال یکدیگر بروند. یقین دارم که آن روز دیر نیست و به زودی فرا خواهد رسید.